صبحتان پر از انرژی، عشق و امید باشه. آرزو دارم که لحظاتتان تا این دم به خوبی سپری شده باشه. استاد واقف نوری، استاد پنتون با معذرت با ما هستن و در رابطه با تاثیرات فرهنگی بالای جامعه صحبت هایی می داشته باشن. شما همین بخش با ما همراه باشین و بدانین که فرهنگ بالای جامعه ما چی تاثیرات دارن. صبحتان بخیر، خوش آمدید. خیلی تشکر. صبح شما همچنان بخیر باشه. امیدوار هستم که جور صحتمند و لباس حقی عافیت بر تنتان و دور از گزند تکالف روزگار همه ما باشیم. متاسفانه که در این اواخر یک سری از عملکردهای ناتعیین کننده خیلی تاثیرگذار بوده بر جامعه ما، در جامعه که ما زندگی میکنیم. حتی البته تاثیرات منفی داشته، بالای ما افغان ها آمده تحمیل شده و متاسفانه خیلی از هموطنانمان روز گذشته از دست دادیم که برای همیشان جنت فردوس خانستیم از بارگاه لایزال ذات ذوالجلال. و سپاسگزار از اینکه فرصت گذاشتین تا اینجا بیایم و در خدمت شما قرار بگیریم. امیدوار هستم که امروز هم بتونیم به خوبی و خوشی و صحبت‌های درخور اهمیت داشته باشیم. من تسلیت دارم برای همه خانواده عزیزی که دیروز از حمله متاثر شدن و سوگوار هستن. همه ما سوگوار هستیم، گرچه افغان‌ها بودن. متاسفانه یک شاگرد ما در یک از رسانه‌های خصوصی کار می‌کردن، تقریبا ما اونجا یک مدت زیاد دارم رئیس مدیر برنامه خبری و سیاسی اونجا پیش ما کار کردن، خیلی تلاش کردن. آقای تلاش متاسفانه که همون داره که از نامشان پیدا بود که تلاش و تخلصشان تلاش بود، ولی متاسفانه امروز نیستن در جمع ما. جنت فردوس بر همیشان، خصوصا برای آقای تلاش خان هستیم و بر خانواده رسانه و بر خانواده شما همچنان تسلیت باشه. ممنون. سلامت باشین شما از اینکه حضور پیدا کردین در برنامه. آقای نوری، امروز میخواییم در ارتباط با تاثیرات فرهنگی بالای جامعه صحبت هایی داشته باشیم. در نخست میخواییم از فرهنگ یک تعریف مشخص کنیم. همونطوره که بر همگان مبرهن است و هویدا است، فرهنگ مجموعه پیچیده است. اکثریت از دانشمندا، اکثریت از محققین، تاریخ نویسا و نظریه پردازان فرهنگی حوزه فرهنگ تعریف های متعدد از فرهنگ کردن. هنوز کدام تعریف دقیق، واضح و جامع ما در دسترس نداریم که بر وفق از او همه حرکت ها را به پردازش بگیریم. ولی یک ایده آمدند به این باور هستند که فرهنگ بر انسان ها و بر جامعه که انسان ها زندگی می کنند و بر او جامعه توانایی می دهد. به این معنی که توانه فرهنگی انسان ها به هر اندازه و به هر منواله که بلند باشه، به همان اندازه ما میتونیم که بر قله های بلند از موفقیت خدا برسانیم، بر اونجا قدم بزنیم. در کنار از این تعریف دیگه که سرعت گرفته و در کنار توانایی گفتن، فرهنگ مجموعه پیچیده ای است که متضمن آداب، رسوم، عنعنات و همه عملکردها، همه دار و ندارهایی را که از انسان ها در یک جامعه به پردازش گرفته میشه، یعنی میره فرهنگ میاد. حالا وقتی از رسوم و عنعنات و همه این مسائل صحبت میکنیم، باز میره به دو مؤلفه تقسیم بندی میکنیم، یعنی فرهنگ خوب و فرهنگ بد، یعنی رسوم و عنعنات خوب و رسوم و عنعنات بد. مثلا از رسوم و عنعنات خوب ما خدمت شما عرض برسانم، وقتی ما میایم از فرهنگ اجتماعی وارد استفاده میکنیم، وارد یک محل میشیم، مثلا فکر کنید شما در دانشگاه، در پانتون، در یک از رستوران هستین، یعنی می فرهنگ اجتماعی است. وقتی شما مینشینین پیش از اینکه بر شما غذا بیاره، افراد و اشخاص دیگه یا مثلا که در کنار شما اونا نشستن غذا میخورن، باز ما با دیدن یا با نگاه کردن به طرف اونا که چیگونه میخورن و چی میخورن، از چی استفاده میکنن، در حقیقت امر یک مزاحمتی است که بر اونا میکنیم. این در حقیقت فرهنگ ما مد نظر نگرفتیم. باید ما متوجه خود باید باشیم که چی باید بکنیم و چی باید بگوییم، چگونه باید بنشینیم، چگونه باید حرکت بکنیم. یعنی یک از حرکتایی است که ما اون را باید انجام بدیم، باید متوجه باشیم. مثلا وارد تاکسی میشیم، وقتی در تاکسی ما مینشینیم، اونجا باید بدانیم که چی باید بگیم، کیها در کنار ما افراد و اشخاص دیگه هم هستن، مثلا چگونه باید ما حرف بزنیم، از کجا باید آغاز بکنیم، وقتی پایین میشیم چگونه باید تشکر بکنیم، چگونه پول بر از اونا ما دوباره برشون بدیم، هدیه به خاطر ما تا اینجا رسانده و امثال از عملکردهای دیگه ای است که ما باید بدانیم. اما یک سری از فرهنگای و رسوم و عنعنات زشتی هم در اجتماع ما در کنار این موارد که میشه ما به خوبی تلقینش بکنیم، به خوبی را پیش ببریم و امیدوار هستم که دوستان ما مدلل شون، وجود داره که مثلا از رسوم و عنعنات بده که در دوردسته های افغانستان یا حتی در مرکز افغانستان که ما زندگی میکنیم وجود داره. مثلا قلین یا تویانه بسیار بلند و گزافه که از طرف فامیل دخترها بالای آقا پسرها مثلا تحمیل میشه که شما این چیزا باید ببرین، یا مثلا ایدی و نوروزی و در کنار از این مثلا یک چیز دیگه نو که برآمده
خوشبختانه بگیم یا بدبختانه، مراسم در ماه مبارک رمضان یا رمضانی بردن امثال از این موارد زیادی است که متاسفانه در افغانستان یا مثلا بد دادن دختران که در بسیاری از موارد جلسات خیلی کلان در این خصوص گرفته میشه، والا فرزند فلان نفر از دست برادر شما، از خواهر شما، از برادر شما، از پدر شما، از مامای شما مثلا متضرر شد و به خاطر از اینکه اونا با هم رفاقت و دوستی ما شما دوام داشته، باز بیم کسی دیگر قربانی اینا بگیم که چقدر زشت است، چقدر بد است. این دختر بیچاره که در خانه هست هنوز نمیدانن که چی باید بکنن، هنوز نفهمیدن که ما به خاطر چی در این دنیا آمدیم، زندگی یعنی چی، پورا ما بگیریم به عنوان از اینکه ایده تا با هم جور شون و قربانی را کی بده. دختر این یک سری فرهنگ های ناپسند یا یک سری فرهنگ های بد زشتی هم است که در جامعه ما در افغانستان وجود داره که متاسفانه ما را خیلی رنج میده، درد میده. من چرا این مثال را زدم؟ بخاطر که نام تلویزیون شما زن هست، باید بیشتر از زنا و از قشر شما باید زیاد صحبت کرد. آها، سلامت باشین استاد. در رابطه با این بگوین که چقدر فرهنگ های نادرست در یک جامعه میتونه سبب ایجاد مشکلات به خانواده ها، به جوانان شوه؟ خیلی زیاد. خیلی زیاد، بسیار زیاد. بخاطر از اینکه این فرهنگ های ناپسند ذهن ما را مخشوش میسازه و دیگرایی که اونا نمیدانن، چرا که ما در جامعه سنتی و در جامعه قبیله‌ای زندگی میکنیم، وقتی پدر ما یا مثلا کاکای ما یا مامای ما یک از اقارب ما اونا بزرگ هستن، مثلا حج کردن، حاجی صاحب هستن در افغانستان، متاسفانه که باز کلمه حاجی رو میگیم باز خیلی مردم باز میگن که ولی باید برازی باید احترام کرد. او یک کار را انجام میده با وجودی که دور از همه ما شما باشه، دور از او بزرگای ما که اونا زیل خیلی چیز فهم هستن، خیلی نادان هستن. ما اکثرا امیری سفیدای ما بیشتر زیاد نادان هستن، نمیدونن. ولی فیصله کرد که باید همین حرکت در اینجا صورت بگیره تا یک سری از خوبی ها در زندگی ما رونق پیدا بکنه. باز اونا بزرگ هستن، حتما همه چیز میدونن، همه چیز میفهمن، باید ما هم امین گونه بکنیم. باز دیگر از تقلید کرده به معنی از اینکه فلان نفری کار انجام داد، فلان نفری کار کرد، ما هم همین کار بکنیم. برادر عزیز یا خواهر گرامی، اونا شاید اشتباهی کرده باشن، چرا که پروردگار عالم در قرآن عظیمشان اشاره میکنه، میگه انسان ها همیشه در زیان و خطا هستن، به قسم به زمانه میکنن، ولی عصر این الانسان لفی خسر، انسان ها خودشان قسم به زمانه که میگه انسان ها در زیان و خسران است. اما متاسفانه ما در جامعه زندگی میکنیم که یک بدن بال دیگه، یک بدن بال دیگه، همیشه کارهای منفی دیگرا را بسیار به خوبی آورین در زندگی خودمان و را جا داده. مثلا او بزرگ است، همونطور که بیشتر به شما اشاره کردم، این کلان ما هست، این همه چیز میدانه، وقتی این میدانه دیگه در حقیقت باید ما از اونها تقلید بکنیم که تاثیرات بسیار ناگوار و تاثیرات منفی داره. اما خوشبختانه در جامعه که حالا فعلا در سال 1397 که زندگی میکنیم، ما خوشبختانه با یک سری از جوانها و یک سری از بزرگان ما روبرو میشیم که اونا دلایل خیلی خوب و منطقی دارن که از این نابسامانی هایی که در جامعه ما در گذشته وجود داشت یا حالا مثلا وجود داره، ما دست پنجه نرم میکنیم، مبارزه با این کرده رسیم. اینجا باز اونا یک دیدای بسیار خوب دارن که تغییرات آمده در جامعه. مثلا مثال بزنم، شاید اگر 10 سال قبل شما زندگی میکنید، شما به عنوان گردانده شاید نمیتونستین بیاین در یک از رسانه ها، مثلا تلویزیون زن یا همسال دیگر رسانه شما کار بکنید، که خوشبختانه روز به روز ما تانستیم یک سری تحولات و یک سری عملکردها را در زندگی من به پردازش بیاریم. یک مقوله وجود داره که در جامعه دو نوع از انسان ها زندگی دارند. یک انسان های با خاصیت هستند، یک از انسان های بی خاصیت. انسان های با خاصیت همیشه کوشش میکنند که کارهایی را مطابق قرینه ها و مطابق قوانین و پرنسیپ ها و مطابق فرهنگ هایی که مدون شده یا فرهنگ هایی که وجود داره که فرهنگ ناپسند نیست، فرهنگ پسند است، بر اساس از عمل کرده می داشته باشه. انسان های بی خاصیت همیشه کوشش میکنن که کارهای بد و کارهای زشت را بگیرن و انجام بدن و بالاخره از اون تقلید بکنن و بالاخره ای را به پردازش بگیرن، که این یک سری از عوامل وجود داره. خوشبختانه مثلا اگر شما در سال 2001 هم زندگی می داشتین، حالا فکر کنین که ما یک عقبگرد که زندگی ما هیچ جای عقبگرد ندارم، میشه ما پیشرفت میکنیم. متاسفانه در افغانستان یک سری گپا هست که عقبگردم ما داریم. اگر شما 10 سال پیش از امروز، 15 سال پیش از امروز زندگی میکردین، وقتی در پرده تلویزیون ظاهر میشدین، باز همگی با یک هیولا طرف شما نگاه میکرد که چرا مثلا یا مرده این گونه عمل کرده، زی به پردازش گرفته. مثلا من خب به یاد دارم که در سال 2001 یک آهنگ از خانم پرستو از طریق تلویزیون ملی افغانستان پخش شده، به همه مردم افغانستان سر صدا کردن که ما جهاد کردیم و که ما مقاومت کردیم، امثال زی دیگر. چرا این دیگه گپ شده؟ خوشبختانه بگم یا ای که اران نام را که شما برش میگذارین که در خیلی از رسانه‌های ما امروز دختر خانمای ما
مثلا کار میکنن از افغانستان، اونا تلاش زیاد میکنن تا بالاخره بتونن حداقل روشنگری و روشنفکری را در میان خودشان و در میان اکثریت از جوامعی که مردم در اونجا زندگی میکنن به بار بیارن. که مثلا یک نمونهش نمی است که امروز شما اومدین مثلا روی فرهنگ حرف میزنید، کج رفتاری های فرهنگی در افغانستان و آسیب شناسی بررسی میخوایم بکنیم. یک خدمت شایانی است که همه مردم افغانستان باید ایرا واقف شون و بدانن و باید بفهمن و از این طریق است که روشنگری روشنفکری در ذهنشان به وجود میاد و بالاخره زندگیشان تغییر پیدا میکنه. شما سلامت باشین. استاد میشه بر ما بگوین درباره منشأ و اصلی فرهنگ های بدی که در یک جامعه ایجاد میشه یا در خانواده، منشأ اصلیش از کجاست؟ از جوان ها، از جامعه است و یا هم خانواده؟ این اولین قانون زندگانی انسان ها، اولین قانون زندگانی بشریت در روی گره زمین می خانواده است. بله، خانواده است. اگر خانواده عاقل و بالغ و دانا و توانایی داشته باشیم، فرزندای او خانواده هم خیلی دانا و عاقل و بالغ به بار میاره. بله. اگر خانواده با تعلیم و با تربیت داشته باشیم، فرزندایی که در او خانواده تولد میشن و رشد میکنن، بزرگ میشن، با تربیت به وجود میاد. به این معنی که اولین قانون خانواده زندگی، بعد اجتماع هست. ما همه چیزا از خانواده یاد گرفته، بالاخره در اجتماع رابطه‌مان، روابطمان، حرکتمان، همه چیزمان باز در اجتماع مثلا صورت میگیره. برای همین منحوس خانواده بسیار زیاد مواظب ازی باشن که برای فرزندانشان، کسایی که در خانوادهشان زندگی میکنن، برای اولادایشان به اصطلاح امیکس افغانایمان، برای دلبندایشان خوب بفهمانن و اونا را واقف بسازن از همه موضوعات و از برخوردهای اجتماعی، از روابط اجتماعی، که اونا بیشتر در جامعه مفید واقع شون. اگر از خانواده ما خوب تربیت نشیم، باز در جامعه ما مفید واقع نمیشیم. چرا که بیشتر خدمت شما برز دستم، اولین قانون زندگی انسان ها خانواده است که ما احساس، ادراک و همه راهکارها را از خانواده یاد میگیریم، بالاخره ایره ما در جامعه پیاده میگیریم. مثلا اگر در خانواده که زیاد جنگ و جدال و کشمکش بوده، از لحاظ روانشناختی اکثر از روانشناختا به این نظریه هستن که اونا وقت در جامعه اومدن اما قسم زورگو به میان اومدن، مجرم به میان اومدن. اگر در خانواده عشق و محبت بوده، صمیمیت بوده، بازو در جامعه که وقت اومده با عشق که داشته با مردمم ورا ابراز کرده و در خدمت مردمم بوده و مردمم زیاد خوشش کرده. مثلا من به شما مثال واضح بزنم، یک طفله که خود میپشه در خانواده خوب تربیت شده باشه، شیرین زبانی بکنه، با زیاد خوش ما میان. وقتی یک طفله را که صدا بکنی بیای در کنار ما بنشین، باز اگر او فاش بگه، باز میگیم سعی که چقدر به تربیت بده نه خانواده شو نتونسته برای زیاد قلب و ارزش هایی که داشته ایره برسانه. من فکر میکنم که خانواده خیلی تاثیرگذار است و ایره خواهش میکنم جدا از همه خانواده های عزیزی که همین اکنون نگرنده برنامه زیبای شما هستن از طریق تلویزیون زن که بیشتر مواظب بی باشن که بتونن حداقل یک سری از عملکردها را برای اولادشان به پردازش بگیرن تا اونا ذهنیتشان تغییر بکنه. مثلا تحول فکری برای انسان ها بعدش تحول جامعه. اگر من یک انگیزه و یک خلاقیت و یک برنامه و یک راه کار نداشته باشم، هیچگاهی نمیتونم که جامعه خودم مثلا تغییر بدم. به می اساس است، به می منوال است که ما بیشتر میایم دانشگاه میخوانیم، مکتب میخوانیم تا ذهنیتمون، افکارمون تغییر بخوره. تا مثلا ما بتونیم حداقل با اساس اینمی حرکت هایی را که ما از اونجا یاد میگیریم، یا دانشمان بارور میشه یا پرستش دانشمان بلند میره، یا ما مثلا ذهنیتمون خیلی خلاق میشه، باز ما میتونیم همه چیز به خوبی استدلال بکنیم و مدلل شویم. به می اساس است که باز ما میتونیم جامعه خود تغییر بدیم. اگر مثلا ما خودمون تغییر نکنیم، هیچ گاهی جامعه را نمیتونیم. اگر خودمون زشت باشیم، باز جامعه ما همین گونه زشت خواهد بود. اگر خودمون بد باشیم، باز جامعه ما همین گونه خواهد بد بود. ریمی منحوس ما بیایم اول خودمون هوشیار شویم. به اصطلاح عام روس‌ها میگن انسان اول باید خودش هوشیار شه، بعدش جامعه خودم میتونه که بسیاری ترقی پیشرفت بیاره. اگر خودمون هوشیار نشیم، باز هیچ گاهی نمیتونیم که جامعه ما را هم هوشیار بسازیم و جامعه ما بسیاری ترقی پیشرفت ببریم. بله، بسیار زیاد تشکر. و درباره ازی بگوین که پیشرفت هایی که در یک جامعه صورت میگیره از هر لحاظ، از لحاظ تکنولوژی استفاده کردن از سایت های اینترنتی و یا به خصوص فیسبوکی، هم میتونه تاثیرات داشته باشه مثبت یا منفی بالای جامعه، بالای فرهنگ جامعه. دقیقا هر آن چیزی که در جامعه صورت میگیره او بستگی داره بر افراد و اشخاصی که در او جامعه زندگی میکنه. بله. تغییر جامعه در دستان افراد و اشخاص که در جامعه هستن و هستن. باز اینجا ما چند نوع افراد و اشخاص داریم که در یک جامعه زندگی میکنن. یکی افراد و اشخاصی هستن که صرف بر خودشان میاندیشن، میگن باید هر شکل شوه ما باید در زندگی خودمان تغییرات را به وجود بیارم، یعنی خودم باید بیشتر بارور شم، منافع جامعه را یا منافع اجتماع را و منافع اکثریت از مردم را
فکر نمیکنن روی ازو میارن اینجا همیشه برمیگردن برای خودشان، یعنی منافع خودشان نسبت به منافع اکثریت از مردم دیگه که در جامعه زندگی دارن بیشتر ترجیح میدن. یک افراد و اشخاصی هستن که در جامعه بیشتر بر منافع همگانی کار میکنن. بله. همگانی که او خیلی کم است. متاسفانه در جامعه که ما در افغانستان زندگی میکنیم این گونه افراد اشخاص خیلی کم هستن که بر ندرت دیده میشن، شاید به چشمم نخوره اما خیلی کم هستن. و افراد و اشخاص دیگه هستن که اونا عقلانه پی عملکردهای تاثیرگذار و تعیین کننده هستن. بله. که عملکردهای تاثیرگذار و تعیین کننده میتونه خیلی مهمت واقع شوه و خیلی هم بتونه ارزش‌های بیشمار را بر جامعه شان به دست بیاره. همه چیز بازم برمیگردیم به مصاحبت اولیمون که بستگی داره به افراد و اشخاصی که در جامعه زندگی میکنن. مثلا ما هستیم، اگر ما بخوایم که یک کار خوب را انجام بدم در واقعیت امر باز اینمی میشه که تغییر دیگه در جامعه ما بیاد. من در سال 2005 2006 یک برنامه را وقت ما خودم هم دانشجو بودم شاهدش بودم که یکی از سیاسیون من، یکی از کسایی که الان خیلی نامدار هست در کشور عزیزمان افغانستان کار میکنن فعلا هم هست، یک برنامه را آورد گفت هر خانم افغان یا هر دختر افغان میتونه دو تا دختر دیگر با سواد بسازه. بله. برای اونها یک مقدار معاش را تعیین کرد، از یک پروژه بود از طرف یک از کشورها برشان داده میشد که در یکی از ولایت‌های افغانستان که بسیار زیاد تغییرات را به وجود آورد، مثلا تاثیراتش بسیار زیاد شد که یک نفر دو تا نفر دیگر با سواد کرد که امروز اون مردم خیلی زیاد پیشرفتم کرده و خیلی تونسته مثلا درایت خلاقیتشان هم بلند بره و در جامعه هم زیاد مؤثر واقع شده. رمی ملحوظ هر چیز بستگی داره به خودمان که خودمان چی باید بکنیم، از کجا باید آغاز بکنیم. مثلا اگر من بدانم که من کیم، به قول حضرت مولانا صاحب من کیم، از کجا آمدم، به کجا خواهم رفت و برای چی اینجا آمدم، پس در واقعیت امر من برای خودم کار میکنم. وقتی اگر من بدانم که مثلا اصالت من در روی کره زمین، اصالت من در جامعه، دیگرایی که سر من بیشتر اعتماد کردن، دیگرایی که مرا زیاد خوش دارن، دیگرایی که به عنوان یک فرد مرا قبول کردن بل. که من اینجا بیایم و برام یک موقف دادن، بس من باید بدانم که چی باید بکنم، باید من بدانم که چی باید بگم. مثلا شما فکر کنین که امروز مرا خواستین مثلا قابلیت برنامه تان اگر داشتم یا نداشتم توقع شما از ما ای بود که شما اینجا بیاین، اما توقع مردمی است که و خودم باید بدانم که برای مردم چی باید بگویم که روشنگری در ذهنشون مثلا به وجود بیاید، مثلا روشن فکری چگونه ما به وجود بیاریم. وقتی ما به عنوان یک استاد مثلا در دانشگاه درس میگم باید بدانم درک بکنم که اینی افراد و اشخاصی که در این صنف هست بله. با علایق و با دیدهای متفاوت با در جوامع مختلفی که زندگی کردن، مثلا از اطراف افغانستان از کدام ولایت آمدن، دیدشون چگونه هست، هر کدام از این باید من شناسایی بکنم، بر هر کدام از این باید برنامه بسنجم و عواملی که میتونم او را به سوی کژرفتاری ببرم، مثلا او را آسیب شناسی بکنم و بعدش بیایم عمل کردهای را انجام بدم. مثلا امروز آمدیم در اینجا باید آسیب شناسی داشته باشیم که کژرفتاری های اجتماعی و او عواملی که در زندگی من خیلی ما را به طرف قهقرا میبره، به طرف بدبختی میبره، او چی است؟ باید آسیب شناسی بکنیم که تنها راهی که میتونه از همه بدبختی ها، تنها راهی که میتونه از همه ناهنجاری ها، مثلا استفاده نادرست از صفحات اجتماعی، مثلا از رخنامه و فیسبوک، از تویتر و از امثال از دیگرها، فقط ما اگر وقتی یک گلاس چای می نوشیم یا مثلا من یک غذا را می خورم در یک از رستوران ها، در یک از جاها، اونم باید ما در فیسبوک عکسش بگیرم، باید بر دیگران نشان بدم، ولی نه در حقیقت امر وقتی ما از فیسبوک و رخنامه و از امثال از دیگر شبکات اجتماعی یاد میگیریم، این به این معنی است که ما حداقل افکاری که در ذهنمان پرداز میخوره اینو بگیریم بر دیگران با پردازش بگیریم، بر دیگران شریک بسازیم تا بالاخره این بسیار مهمه واقع شه. اما ما متاسفانه که در افغانستان یک سری از گپا گفتم که خیلی غلط مورد استفاده قرار میگیره و اشتباه ما از استفاده میکنیم، فکر میکنیم که حتما نمی است و هر کسی حالا از فیسبوک از یا استفاده میکنه که بسیار حتی فرصت ما را مثلا از ما میگیرن، فرصت های ما ضایع میشه. ما باید بدانیم که مثلا هر لحظه‌ای که ما پسر میگذرانیم، یعنی تقریبا 10 دقیقه یا 15 دقیقه پیشی که من اینجا آمدم، یعنی اینمی لحظاتی که ما سپری کردم، اگر به خوبی سپری کردم خب، اگر به خوبی سپری نکرده باشم باز ما هر لحظه نزدیک به مرگ شده میریم. مثلا یک ثانیه، دو ثانیه، اگر من 10 سال بعد بمیرم، شما فکر کنین که 15 دقیقه دیگه من سپری شدم، مثلا 10 دقیقه دیگه من سپری شدم، من نزدیک شده میرم. به این معنی که ما باید از داشته های خود که امروز در دسترس داریم باید از او استفاده های خوب بکنیم و این ناهنجاری هایی که در جامعه موجود داره او را ما باید از بین ببریم. هر انسان اصالت داره، مقصد که شما اصالت داشتین تا اینجا آمدین و بر مردم خدمت بکنین، اینه مقصد. هر فرد دیگه در اجتماع اصالتش اینمی است که اونا باید کارهای خوب را و کارهای تاثیرگذار را
و پردازش بگیرن تا بشه ما یک کشور خوب و عاری از همه نواسمانی هایی که بله. در اینجا وجود داره داشته باشیم و امیدوار هستم که همه ما با طرف تعلیم و تربیه رجوع بکنیم که تنها دلیلی که ما را میتونه از این بدبختی ها دور بسازه او تعلیم ما هست و که ما بیشتر خودمان بارور میشیم، افکارمان، ذهنمان باز تغییر میکنه، مثل از اینکه جامعه غربی اروپا در قرون وسطا غرق شده بودن، رنسانس با وجود آوردن دوره رنسانس، این تعلیم و تربیت بود که بیشتر اونا را بارور ساختن. امروز شما میفهمین که اروپا چقدر رشد کرده، هر کسی خوش داره که باید اروپا بره، باید اونجا زندگی بکنه، با خاطر افغانستان جنگ و جدال و کشمکش. سلامت باشین استاد، از اینکه تشریف آوردین، موضوعات خیلی خوب بود که شما بیان کردین، ما هم آگاهی پیدا کردیم. آرزو میکنم که شما بیننده های عزیز هم بیننده بوده باشین در این بخش، خیلی از موضوعات عالی بود درباره فرهنگ تاثیراتش، و در بخش های بعدی هم همراهی شما را خواهان هستیم. وقفه داریم.